الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية، صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بارك وسلم. سپاس به پایان پروردگار یکتا خالق مهربان را، پروردگاری که برای بنده حقیر فرصت حیات را تا به این دم باقی بخشید، تا اینکه لحظات مختصری در خدمت بینندگان پاسخ نور قرار داشته باشم. دوستان نهایت عزیز، من و شما در بهترین ماه قرار داریم، ماه مبارک رمضان. موضوعی را که میخواهم لحظات مختصر شما دوستان را گرفته داخل صحبت شوم، موضوع همان مفاسد روزه هست یا مفسدات روزه. چه چیزها روزه را فاسد می کند و همچنان در کدام حالت قضا لازم می شود و در کدام صورت کفاره می باشد. خواستم که در همین موضوع لحظات مختصر خدمت شما دوستان صحبتی داشته باشم. اولی که من و شما قدر این ماه را بدانیم و در این ماه مبارک رمضان باید متوجه این ماه باشیم و از لحظات گرانبهای این ماه من و شما استفاده بکنیم. این ماه مبارک رمضان ماه بیداری است، ماهی است که انسان آمادگی خاصی به این ماه باید داشته باشد. اما زمانی که روزه را میگیریم، ما چی طور روزه بگیریم، در کدام حالت روزه من شما درست میشه و در کدام حالت روزه من شما فاسد میشود. حالاتی که روزه انسان فاسد میشود، پس ما خدمت شما چندین مسائل را خدمت شما به عرض می رسانم. یکی قضا هست و دوم کفار است. همین که من شما شنیدیم که یک کسی که روزه را قصدن بخوره، هم قضا هست هم کفاره. اگر یک کسی سهوان روزه را می خورد، در این صورت بر بالای چی از قضا هست کفاره نیست. قضا و کفاره چی را گفته می شود؟ قضا این را گفته می شود که یک کسی که روزه را بنا به عذر می خورد، بر بالای از این قضا هست. اگر یک انسان روزه را انسان سهوان می خورد، سهوان یا یکی در گلو انسان در وقت وضو کمی آب میره که بر بالای از این قضا هست، قضا چه معنا؟ قضا به این معنا که انسان یک روز روزه می گیرد. قضا به معنای از این که یک کسی که روزه را خورده یک روز قضایی بر بالای از می باشد. یکی کفاره هست. کفاره به معنای از این که انسان 60 روز پای در پای روزه می گیرد. اگر کسی روزه را قصدن بدون عذر شرعی بخورد، بر بالای از هم قضا هست هم کفاره. کفاره که 60 روز پای در پای روزه می گیرد و یک روز دیگه قضایی می آورد که جمعاً 61 روز می شود. اینجا هم چند مسائل خدمت شما اشاره میکنم که در کدام حالت روزه انسان فاسد میشود، در کدام حالت روزه فاسد نمیشود.
اینجا هم مسائل خدمت شما اشاره میکنم. حکم پیچکار کردن در روزه چیست؟ آیا به پیچکاری و سیروم آیا روزه میده میشه یا نمیشود؟ در رابطه به این حکم، به این مسئله اختلاف علما هست، اما قولی صحیح است که به پیچکاری روزه میده نمیشود. چی پیچکاری رگ باشه و چی پیچکاری گوشت باشه، روزه میده نمیشود. و همچنان به سیروم، یک کسی مریض است، نزد دکتر مراجعه میکند، وضعیتش خوب نیست و بعدا دکتر پیشکاری را که به رضایت میکنه به خاطر صحتیابی از انسان پیشکاری که میکند، پیشکاری چی رگ باشه و چی گوشت و همچنان سیروم، اینجا روزه میده نمیشود، بلکه روزه انسان باقی میباشد. اما اگر یک انسان وضعیتش خوبتر باشه، از این پیشکاری و سیروم پرهیز بکنه خوب است. در ماه مبارک رمضان از پیشکاری کردن و از سیروم به حد توان انسان اجتناب بکنه خوب است. اگر یک انسان وضعیتش، یک مریض وضعیتش خوب است، یعنی وضعیتش به حد نیست که انسان پیشکاری بکنه، سیروم تیر بکنه، اگر از اینها از روی احتیاط و پرهیز بکند خوب است. دومی که اگر اثر خونی که در دهان انسان، در دندان انسان است، این خون در گلو برود، حکم آن چیست؟ زمانی که دهن انسان خون آلود می شود از دندان انسان، اینجا خون به گلو انسان می رود، آیا روزه میده می شه یا نمی شود؟ در این حالت اگر خون، خطرات خون، نسرات خون به گلو انسان برسد برود، اینجا روزه میده می شود. البته بر بال انسان قضا هست، بر باله انسان قضا است، یک روز روزه را قضایی میگیرد، بر باله از یک کفاره نیست. یعنی 60 روز روزه بر باله انسان لازم نمی شود، بلکه یک روز را قضایی این روز ماه مبارک رمضان را می آورد. مسئله سومی که اگر کسی به غیر قصد قی بکند، استفراغ بکند در ماه مبارک رمضان، اگر یک کسی قصدن استفراغ میکند، یکی به غیر قصد استفراغ بکند. به غیر قصد، اینجا هم یک تماس داریم، شبنم خواهر ما از تخار، آیا استفاده از عطر و از سرمه و غیره روزه را باطل میکند یا نمیکند؟ شبنم خواهر ما هم که سوالی دارن، خواهر ما شبنم از تخار یک سوال را اشاره کرده بودند که گفتن آیا با استفاده از عطر و سرمه روزه میده میشه یا نمیشود؟ نه خیر خواهر عزیز، با استفاده از عطر و سرمه روزه انسان میده نمیشه، این روزه را باطل نمیسازد، بلکه روزه به جای خود میباشد. استفاده از عطر چون یک خوشبویی است، به خاطر نظافت و پاکی سنت است، اما کسی که از عطر استفاده می‌کند در ماه مبارک رمضان، پس به روزه انسان کدام نقصان را وارد نمی‌سازد. مسئله سوم را هم که اشاره بکنم که قی و استفراغ است. در ماه مبارک رمضان اگر کسی، اینجا هم یک تماس داره، معصومه از کندوز، کندوز، اگر کسی به قصد سحری نخیزد، آیا در روزه هش مشکل رخ میدهد یا نمیدهد؟ خواهر ما هم معصومه از کندوز یک سوال را اشاره کرده بودن که اگر کسی در سحری بلند نشود، آیا به روزه قدر مشکل وارد میشه یا خیر؟ در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که شما سحری بکنید، سحری بلند شوید. چرا؟ در سحر همانا خیر و برکت است. در سحر انسان که بلند میشه، این
اجر و ثواب دارد. گرچه که کسی سحر بلند نشود روزش میشه، مشکل نیست، به روزه کدام مشکل وارد نمی شود، اما از نگاه اجر و ثواب فرق می کند. یعنی انسان اگر بتواند بلند شود خوب است، اما اگر کسی اشتهایش نمی شود یا ای که در شب و تو در خواب می مانه دیگه، اینجا سحر از انسان سپری می شود، در روزه انسان کدام مشکل پیش نمی شود، بلکه روزه انسان درست می شود. مسئله سوم را که اشاره کردم که استفراغ و قی کردن آیا روزه را میده می کنه یا نمی کند. اگر انسان به قصد استفراغ بکنه، قصدن دهن انسان پر شود، روزه میده میشه. قصدن به طور قصدی اگر انسان استفراغ بکنه، انگشت خود را در گلوی خود میبره قصدن استفراغ بکنه، در این صورت روزه میده میشود. اگر به غیر قصد، انسان قصد نمی کند، به غیر آن اگر استفراغ میکند، استفراغی پرو دهن میشه. اگر استفراغی که شده و از دهنش پس به گلوش نروه، روزه میده نمیشه، روزه انسان میده نمیشود. اگر استفراغی که در دهنش پر شده اگر پس به گلوش مقدارش بروه، باز در این صورت روزه میده میشود. اگر به گلوش پس نروه و انسان او را در دهنش همتو باشه، در این صورت قضا هست و کفاره نمی باشد. غلام فاروق برادر ما از بغلان اینجا هم یک سوال اشاره کردنه که آیا افطار روزه به زمان تعلق دارد یا به آذان، چون برخی ملاها دیرتر آذان می شود. برادر ما غلام فاروق یک سوال بسیار مهم را اشاره کردنی که آیا افطار ارتباط به امو وقت داره یا ای که ارتباط به آذان هست، به این معنا که در بعضی جاها شاید شام شود، آفتاب غروب بکنه، ولی آذان اونجا نباشه، اینها چه کار بکند؟ گرچه که در هر جا از طرف ریاست مساجد تقسیم اوقاتی را جور کردن، توضیح کردن، وقت افطار، وقت سحر در آن مشخص است. نباید کسایی که مؤذن هستند، مؤذنین محترم، اینها از وقت پیش آذان نگویند. تلاش بکنند که وقت شام هم به وقتش آذان بگوید و وقت سحری هم آذان بگوید. یعنی قبل از وقت آذان گفتن اینجا بدون شک گناه هست، وقت تلفی است. اگر یک مؤذن طرف سحری وقت آذان میگوید، طوری که حالا وقت سحری اینجا هم 4:27 می شود در روز یک شنبه، یا امروز 4:28 بود در روز شنبه، ولی بعضی ها در 4:24 و 4:25 آذان میگفتند، وقت تلفی است، خوب نیست دیگه، خوب است که آذان به وقت شود. اما اینجا آذان به غروب افطار به غروب آفتاب است، وقت داخل شود، اینجا آذان شرط نیست. این ضرور نیست که آذان شما بخوریم، اگر آذان نشه ما نخوریم، نه خیر، بلکه جاهایی که اونجا شاید آذان نشود ولی اونجا وقت پروش آفتاب غروب بکنه، وقتش بر انسان مشخص باشه، پس میتونه که انسان روزه را افطار بکند. مسئله سوم را که اشاره کردم که قی و استفراغ که به پلی دهن باشه، اینجا اگر به دهن انسان پس فرو نرود و گلوش نرود، روزه میده نمی شود. اگر به دهنش پس به گلوش فرو برود، اینجا روزه میده میشه. یک روز بر بالای انسان قضای روزه لازم می شود. چهارمی که اینجا هم یک تماسی داریم که حاجی عین الله از پروان، سوال حاجی صاحبی که قاری صاحبی ما بسیار با شتاب و تندی تلاوت میکند و با سرعت نماز تراویح را میخواند، بعض علما گفتند که چنین نماز درست نمیشود. حاجی صاحب عین الله از پروان برادر عزیز ما هم سوال بسیار مهم را اشاره کردنی که گفتند در بعضی جاها
قاری صاحبا و کسایی که اونجا نماز دراویر میدهند بسیار به سرعت نماز میخوانند. آیا نماز پیش آنها میشود یا نمیشود؟ در یک سال در 12 ماه یک ماه مبارک رمضان داریم. در یک ماه مبارک رمضان مسلمانان جمع میشن به خاطر ادای نماز، شب جمع میشن تا اینکه به نماز تراویح اشتراک بکنن. مؤذنین محترم کسایی که اماما هستن طور نماز بخوانن که همان طور که الله سبحانه و تعالی از بندگانش میخواهد، یعنی طوری که شرایط نماز را در نظر بگیرن، قیام، قرائت، رکوع، سجده در نظر بگیرن. در نماز مسابقه نباشد، این نماز طوری نباشد که ما بسیار به تیزی نماز بخوانیم در مدت 30-35 دقیقه و پس ما رخصت شویم. نخیر، کسایی که اگر قاری صاحبایی در جایی که نماز تیز میخوانند نماز تراویحی را بسیار به سرعت میخوانند که اصلا فهمیده نمیشود، رکوع و قیام درست نمیشود، حتی اینجا نماز درست نمیشود. تقسیم اوقاتی که از طرف ریاست مساجد که توضیح شده، نماز تراویح باید از 45 دقیقه کم نباشد. نماز تراویح از 45 دقیقه باید کم نباشد، به صراحت در او نوشته شده است. پس توصیه من هم به کسایی که اماما هستند، کسایی که قاریا هستند که در هر جایی که ختم میدهند و یا نماز تراویح میدهند، کوشش بکنند که درست برای مردم ختم بدهند، تراویح را درست برای مردم بدهیم. نماز تراویح به حدی نباشد که بسیار با سرعت باشد، ندانیم که ما چی خواندیم. پس ما به برادرمون اشاره میکنم که اگر مؤذنشان یا قاریشان نماز تراویح تیز میخوانند، برشان توصیه بکنه صحت بکنن که نماز تراویح بسیار به شکل درست باید خوانده شود. مسئله چهارمی که کسی در داخل دریا خود غوطه میدهد، داخل دریا، آیا روزه از او فاسد میشه یا نمیشود؟ در اینجا کسی که خود را در داخل بحر یا دریا میاندازد، غوطه میدهد، سر خود را زیر آب میکند، اگر آب به گلویش نرود و دهنش آب نرود آب در دهنش، اینجا روزه میده نمیشود. اگر آب به گلویش برود، در اینجا باز روزه میده میشه، فاسد میشه، یک روز بر بالای انسان قضای روزه لازم می شود. مسئله پنجم، حکم احتلام در حالات خواب و بیداری. حکم احتلام در حالات خواب و یا بیداری. اگر کسی در خواب احتلام می شه، یعنی بر بالش غسل لازم می شود، اینجا آیا روزه میده می شه یا نمی شه؟ نه خیر، روزه فاسد نمی شود. اگر کسی در حالات خواب یا در حالات بیداری احتلام می شود، بر بالش غسل لازم می شود، در اینجا بر روزه کدام نقصان وارد نمی شود. بازم تکرار می کنم که در صورتی که یک انسان چی در خواب باشه و چی در حالت بیداری باشه، اگر احتلام شود و غسل بر بالش لازم شود، در این صورت روزه انسان فاسد نمی شود، بلکه روزه انسان درست می شود. حکم ششم که مسئله ششم، حکم خوردن و نوشیدن در حالات روزه‌داری به فراموشی. اگر کسی به فراموشی می خورد و می نوشد، آیا روزه انسان فاسد می شود یا خیر؟ در این جا روزه فاسد نمی شود. اگر کسی به فراموشی می خورد و می نوشد، روزه انسان کدام نقصان وارد نمی شود، بلکه روزه انسان درست می شود. مسئله هفتم، در وقت وضو کردن بغیر قصد آب به گلوی انسان برود. وقتی که وضو میکنیم، آب در دهن بالا میکنیم، آب در بینی بلند میکنیم، اینجا اگر آب در گلوی ما برود، آیا روزه میده میشه یا خیر؟ اینجا هم سوال داریم. برادر ما احمد رشاد از کابل، آیا با استفاده خود
اینجا هم سوالی که از برادر ما شده، احمد رشاد از کابل، یک سوالی را که اینها اشاره کردنه که گفتن که یک کسی با استفاده خود ارزایی یا استفاده بلیت یک کسی خود را بر بالای خود خودش بر بالای خود غسل لازم میگرداند، یا با استفاده باید به هر قسمی که باشه، یعنی بر خود غسل لازم میگرداند. در اینجا اگر کسی خود به قصد یا به دستش یا به هر قسمی که باشه بر خود غسل لازم میگرداند، اینجا قضا هست، کفاره نیست، روزه میده میشه، روزه میده میشد. این مسئله که من اشاره میکردم قبلا و این برادر این واکین سوال را کردن کمی فرق دارد. اگر کسی خود به خود احتلام میشود، خود به خود احتلام میشه، اما تو استاد است، فقط احتلام میشه، اما شوق و شهوتی که دارد خود به خود بدون از اینکه با دست استفاده بکند یا قصدی باشه، به غیر قصد، به غیر استمناع بلیت، اینجا احتلام میشه، روزه انسان فاسد نمی شود. اگر کسی به وسیله دست یا به هر وسیله، به هر قسمی که باشه، یا با استمناع بلیت باشه، یعنی خود را شکل بر خود فشار می آورد که خود را انزال بسازه، یا ای که بر خودش غسل لازم بگردانه، در این صورت قضا هست، کفاره نمی باشد. یک روز قضایی می گیرد چون روزش فاسد شده، اما کفاره بر بالای انسان نمی باشد. چرا؟ در صورتی که استمناع بلیت باشه، یعنی با وسیله دستش خود را انزال می سازه، چون روزه میده شده ولی کامل نشده، ناقص است، روزه کامل نشده، اما روزه را افطار کرده خود روزه میده شده، به طور کامل نیست بلکه به طور ناقص است، در این صورت تنها یک روز روزه قضایی لازم میشه و کفاره نمی باشد. مسئله پنجم، حکم خوردن و نوشیدن. مسئله هفتمی که در وقتی وضو کردن آب به گلو انسان برود، در این صورت آیا روزه میده میشه یا خیر؟ در صورتی که به غیر قصد، قصد انسان نباشه، انسان وضو میکنه، قصد انسان نیست که آب به گلویش برود، ولی آب را به گلو در دهنش بلند میکنه، آب به گلوت از گلو تیر میشود، در این صورت روزه میده میشه، یک روز قضایی لازم میشود، یک روز قضایی لازم میشود. در ماه مبارک رمضان در وقت وضو غسل تلاش بکنیم که آب در دهن خود بسیار بالا نکنیم، غرغره نکنیم، فقط آب در دهن بلند بکنیم، زود پس بیاندازیم. آب در دماغ هم خوب کش نکنیم. چرا؟ اگر آب در دماغ کش کردیم، در دهن آب را بلند کردیم و آب در گلو رفت، در این صورت باز روزه میده می شود که یک روز روزه قضای روزه لازم می شود، با در این صورت هم کفاره نمی باشد. اما اگر یک کسی قصدن آب در دهنش می گیره، آب در گلوش می ره، قصدن به طور قصدی باشه که آب زیادتر بروه، باز اینجا گویا که روزه را خورده باشه، باز اینجا هم قضا است و هم کفاره می باشد. اما مسئله هشتم، این مسائل بسیار مهم هست در ماه مبارک رمضان. اینجا هم سؤال داریم که شفیقه خواهر ما از کابل، آیا با لباس های نامناسب کسی از خانه خارج شود روزه هش باطل می گردد یا خیر؟ با لباس های نامناسب، خواهر ما شفیقه از کابل از سؤال اشاره کردنی که گفتن در ماه مبارک رمضان با لباس نامناسب بیرون شویم، آیا بر روزه کدام نقصان وارد میشه یا خیر؟ ما در رابطه به سؤال خواهرم اشاره بکنم که هر خواهر مسلمان، هر زن مسلمان زمانی که از خانه بیرون میشه باید با لباسی، با لباس منظم، با حجاب اسلامی باید که بیرون شود، چون که حجاب و لباس مناسب یک عزت برای زنان مسلمان می باشد.
هر وقت که ما از خواهران ما از خانه بیرون میاد، چی در ماه مبارک رمضان چی در غیر ماه مبارک رمضان، باید که با حجاب اسلامی از خانه بیرون شوند. اما اگر یک خواهر ما از خانه بیرون میشه، لباسش نامناسب است، حجاب ندارد یا لباسی نازک است یا لباسی که کوتاه است، و این لباس که بیرون میشه بر روزه کدام نقصان وارد نمیشه، روزش میشه، مشکل نیست. اما اگر خواهر ما که روزه دار روزش میشه ولی با لباس نامناسب که بیرون میشه، اینجا مرتکب گناه میشود. البته بهترین عبادت، بهترین نماز، بهترین روزه همان روزه است که بر انسان تاثیر بکند، عبادت در وجود من و شما تاثیر بکند. اینجا هم وقفه داریم، انشاءالله که بعد از وقفه در خدمت شما دوستان قرار خواهیم گرفت. مسائلی که در رابطه به ماه مبارک رمضان اشاره شده، یعنی کدام چیزها روزه را فاسد میکند و کدام چیزها روزه را فاسد نمیکند. مسئله هشتم، حکم کشیدن سیگریت نسوار و استعمال کریم دندان و چلم، آیا روزه را میده میکند یا نمیکند؟ کشیدن سیگریت نسوار روزه میده میشه، و همچنان استفاده از کریم دندان در ماه مبارک رمضان و همچنان کشیدن چلم هم روزه را میده میکند. البته در این صورت قضا هست و کفاره نمیباشد. نجیب از کابل، اگر در شهر دختری را دیدی که بسیار زیبا و همچنان با لباس های چیست پوشیده، نقطه خوشت بیاد، روزه باطل می شود یا خیر؟ اینجا هم برادر ما که نجیب الله از کابل یک سوال اشاره کردنه که اگر ما در مورد که رمضان ببینیم به یک دختری که دختری زیبا، یک دختری که لباس چسب نامناسب را پوشیده، به سوی از او اگر نگاه بکنیم، آیا روزه باطل می شود یا خیر؟ نه خیر، روزه باطل نمی شود. البته انسان کوشش بکنه که نظر خود را پایین بیاندازد. الله اشاره میکند به مردان و به زنان مسلمان که شما زمانی که سر میخورن با یک زن نامحرم یا یک زن میبینه با یک مرد نامحرم، نظر خود را پایین بیاندازد، به طرف اون نگاه نکند. اگر یک مرد به طرف یک زن نگاه میکند در ماه مبارک رمضان، به روزه انسان نقصان وارد نمیشود که روزه انسان درست میشود. با کشیدن سیگریت نسوار، استعمال کریم دندان، چلم، روزه میده می شود، روزه فاسد می شود. در این صورت یک روز قضایی است، یک روز قضای لازم می شود، اما کفاره نمی باشد. گرچه بعضی فقها اشاره کردند که در کشیدن سیگریت کفاره هم هست، کفاره لازم می شود، اما قول صحیح است که اگر کس در ماه مبارک رمضان سیگریت می کشد، اینجا روزه میده میشه، یک روز قضا هست، اما قول صحیح، قول مفتاح بهی است که کفاره نمی باشد، یعنی 60 روزه لازم نمیشه. مسئله نهمی که چکاندن قطره در چشم، بینی و گوش، آیا روزه میده میشه یا خیر؟ چکاندن قطره در چشم روزه میده نمیشود. شکریه خواهر ما از کابل، دست دادن با بچه ماما کاکا خاله اما حرام است، روزه باطل میشه یا خیر؟ بلکل خواهر گرامی حرام است. برای یک دختر درست نیست که با بچه کاکا ماما خاله دست بدهد، دست دادن حرام است، بلکل گناه است، اما به روزه نقصان وارد نمی شود. البته روزه همان روزه است که انسان را از حرام نگاه بکند، یعنی انسان از حرام خود را نگاه بکند، اما دست دادن یک خواهر ما با بچه کاکا ماما، بچه اما، با اینها حرام است، درست نمی باشد. تنها گپ زدن در صورت نیاز و ضرورت درست است که انسان گپ بزنه، دیگه دست دادن نادرست است. البته از اینها باید حجاب هم شود، از اینها باید حجاب هم شود. چکاندن قطره در چشم روزه فاسد نمی شود. البته چکاندن قطره در بینی و گوش، اینجا روزه میده می شود، روزه فاسد می شود. اگر قطره ای که در گوش انداخته شود یا در دماغ انداخته شود، روزه فاسد می شود. البته یک روز قضا هست، یک روز قضا لازم می شود، اینجا کفاره نمی باشد. مسئله دهم، بار بار غسل کردن به خاطر تبرد سرده چی است؟ مشکل ندارد. در ماه مبارک رمضان اگر در موسم گرمی است، یک کسی
چون بسیار یک ذره بسیار گرم است، گرمی سر تاثیر میکنه، اگر به خاطر سرد غسل میکنه به روزه نقصان وارد نمی شود. مسئله 11 همه که حکم خوردن نوشن در حالات بیخبری، اگر یک کس در حالات بیخبری اینجا میخورد مینوشد، طور مثال طرف صبحکی کس سحر بلند میشه به فکر ازی است که حالا طلوع صبح صادق نمی باشد، این فکر کرده که سحری است میخورد مینوشد، اما بعدا میبینه که حالا اینجا صبح صادق طلوع کرده یا سحری گذشته، اینجا قضا هست چون در حالات بیخبری است، قصدی نمی باشه، اینجا سهوان هست، یعنی اشتباهاً خورده و نوشیده، در این صورت بر بال انسان قضا هست، کفاره نمی باشد. بازم تکرار میکنم، یک کس در حالات بیخبری یا سهوان صبحی بلند میشه به فکرش که سحری است که صبح صادق طلوع نکرده، میخورد یا مینوشد، وقتی که از خانه بیرون میشه میبینه که اینجا صبح صادق طلوع کرده و وقت سحری گذشته، اینجا فقط قضا هست، کفاره نمی باشد. و مسئله 13 همی که حکم خوردن نوشیدن در حالت بیخبری قبل از غروب آفتاب، اینجا هم یک تماسی که داره احمد شایق از کابل برادر ما، و یک کسی که روزه میگیرد نماز هم میخواند ولی بسیار قیمت فروش است، حکم آن چی است؟ برادر عزیز احمد شایق خان، گرچه که در ماه مبارک رمضان باید که رحم و شفقت صورت بگیرد، تجار ما باید کمه که امو نرخ مواد غذایی را، مواد اولیه را باید که یک کمی اینها را ارزان بسازند، یک شفقت و مهربانی باید صورت بگیره، ولی باید تأثیر در ماه مبارک رمضان قیمت بالا میره. اما اگر کسی روزه میگیرد و در ماه مبارک رمضان قیمت فروشی میکند، تو قیمت فروشی بخش جدا هست، اما در روزه کدام تاثیر ندارد، یعنی روزش به روزش کدام نقصان وارد نمی شود، اما قیمت فروشی که میکند اگر قیمت فروشی از حد بیرون باشه پس اینجا مرتکب گناه می شود. اگر کسی قصد چی بغیر قصد بی خبری قبل از غروب آفتاب انسان میخورد، اشتباهاً میخوره، اینجا روزه باطل میشه، یک روز قضا لازم میشه. طور مثال یک کسی فکر میکنه که آذان است، یک صدا را میشنوه، روزه را میخورد، اما میبینه که وقت مانده و تا هنوز آفتاب غروب نکرده، با وقت افطار مانده ولی قبل از وقت انسان میخورد، اشتباهاً میخوره، اینجا یک روز قضا لازم میشود، بر بال انسان کفاره نمیباشد. مسئله از 13 هم، اگر کسی قصدن روزه را بخورد حکم آن چیست؟ قصدن بدون عذر شرعی روزه را میخورد، در اینجا هم قضا هست و هم کفاره هست. قصدن خوردن روزه یا میخورد یا مینوشد، یا اگر یک کسی مرتکب گناه دیگری میشود، یا طور مثال یک کسی با فامیل هم بستری میکند در مبارک رمضان که با اثر همخوابی روزه میده میشه، و اینجا هم قضا هست هم کفاره است. خواهر ما مریم از کابل، یک خواهرم در جریان روزه زیاد خوش طبعی میکند، گاهی دروغ میگوید تا ما بخندیم، ما گناه دارد یا خیر. خواهر ما مریم که سوال اشاره کردنه که گفتن که خواهر دارم در مبارکتا خوش طبعی میکند، بعض اوقات دروغ هم میگوید که تا این ما بخندیم، ما گناه دارد یا خیر. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید، پیغمبر سلام چی میگه؟ هلاکت باشد با آن انسانی که سخن میگوید، دروغ میگوید تا اینی که مردم را بخنداند، تا اینی که مردم را بخنداند. اگر یک کسی خوش طبعی میکند مشکل نیست، یک کسی خوش طبعی میکند با کسی، با حرفش یک کسی را خرسند و خوشحال میشود، این مشکل نیست. اما یک کسی دروغ میگوید با وسیله دروغش دیگران را بخنداند، در اینجا گناه است. این دروغ گفتن یک گناه، خنداندن دیگران این دیگه گناه می باشه. اما تنها با خوش طبعی و خوش خلقی و یک کسی را ما خرسند و خوشحال بسازیم، پس در این صورت مشکل نیست، گناه نیست
بلکه یک اجر و ثواب هست. اما اگر دروغ بگیم مردم را بخندانیم، با اینجا گناه می باشد. مسئله سیزدهم، کسی قصدن روزه را بخورد، هم قضاست و هم کفاره است. 60 روز پی در پی روزه می گیرد و یک روز یک قضایی می گیرد که جمعا 61 روز می شود. مسئله چهاردهم، حکم خوردن روزه در سفر. در سفر چیست؟ در سفر یک کسی 3 شب و 3 روز در سفر قرار دارد، اینجا رخصت است که روزه را بخورد، اما تنها بر بالایش قضا هست. چند روز روزه را که خورده، اگر 4 روز است 5 روز است، زمانی که در خانه آمد، همان 4 5 روزی که خورده در سفر او را قضایی میگیرد، کفاره نمی باشد. مسئله 15 که خوردن روزه از وجه مرض. اگر یک مریض، یک انسان مریض، مرض از او بسیار شدید است، بسیار بسیار وخیم است، اگر دکترها توصیه می کند که روزه را بخورد، یک دکتر حاذق، دکتر مسلمان حاذق و فهمیده بر توصیه روزه را بخورند، در اینجا تنها قضا هست. یعنی که اگر یک خواهر ما در ماه مبارک رمضان، طور مثال یک خواهری که طفل شیرخور دارم، یا خواهر یا مادری که حمل دارند، اگر روزه برشان مشکل میشه، گرفتن روزه سخت تمام میشه، روزه را بخورن، تنها بر بالایشان قضا هست. یه روز قضایی میگیره، اینجا هم کفاره نمی باشد. مسئله 17 ای که اگر کسی بر بالای کسی فشار وارد میکنه که روزه را بخورد، بر بالای کسی جبر میشود. شکیلا خواهر ما از هرات 10 دقیقه با آذان مغرب مانده بود که صدای آذان به گوشم رسید، روزه ام رو افطار کردم، ولی بعدا متوجه شدم که صدای آذان از برادرم به شوخی بوده، چی کار بکنم. خواهر ما شکیلا از هرات هم یه سوال اشاره کردنه که یک آذان را شنیده که آذان هم به طور شوخی بوده، 10 دقیقه به شام هم مانده بوده و اینها روزه را خوردن. با این خواهر ما روزهشان را خورده، این روزه باطل شده، چون که روزه را خوردن با یک صدا با آذان که اشتباهن بوده، به طور قصدی نبوده، به طور قصدی نبوده، بلکه اشتباهن بوده. یک روز بر بالایشان روزه قضا لازم می شود، یک روز را قضا بیاره. البته در صورتی که با این آذان که روزه را خوردن، که روزه با آذانی که به طور شوخی بوده، آذان واقعی نبوده که 10 دقیقه به غروب آفتاب هم مانده بوده، روزهشان باطل شده، یک روز روزه را قضای بیارن. اگر قصدن خورده باشه، فهمیده باشه که آذان نیست، با ذری صورت هم قضاست و هم کفار لازم می شود. اگر کسی بر بالایش جبر میشه، اکراه میشه که روزه را بخورد، طور مثال اگر بر بالای یک مسلمان بر کسی فشار وارد میکنه، اگر تو روزه را نخوردی من تو را میکشم، بندی میکنم، تهدیدش میشه، اینجا انسان که روزه را میخوره بر بالای از این قضا هست. البته او کسی که بر بالایش طور فشار وارد میشه که اگر روزه را نخورد ای را لط میکنه یا بندی میکند یا ای را به قتل میرساند، در این صورت اگر انسان روزه را میخوره، بر بالای از این انسان تنها قضا لازم می شود، قضایی که یک روز قضایی می آورد و دیگه کفاره نمی باشد. یعنی 60 روز پی در پی روزه بر بالای این انسان لازم نمی شود. مسئله 18، حکم نگرفتن روزه از جهت کلان ساله. اگر یک پدر و یا مادری که سن و سالشان بالا رفته، هر دویشان پیچ سفید چند سفید چند ضعیف و ناتوان شدن، روزه گرفتن نمیتوانند، که فقهای کرام که به نام شیخ فانی یاد میکنه، یعنی کسی که عمرش به انتها رسیده است، سن سالش بالا رفته و ضعیف و ناتوان شدن، اینها روزه گرفتن نمیتوانند. احمد سمیر از کابل، از امام مسجدمان راضی نیستیم، به خاطر او به مسجد نمیرم، چی کار بکنم. برادر ما احمد سمیر، اینها گفتن که ما از اماممان راضی نیستم، در مسجد خود نمیرم، در مسجد دیگه جا میرم، یا نماز میشه یا نمیشه. اولی که به در رابطه به سؤال برادر من اشاره میکنم که
رضا ناراض بودن دو قسم است. ناراض بودن دو قسم است. اگر کسی که از امامشان یا از مؤذنشان ناراض می باشه، این ناراض بودن دو قسم است. یک، اگر به امام مشکل شرعی داره، امام اگر از نگاه تقوا مشکل داره، از نگاه تقوا پرهیزگاری مشکل داره، در این صورت که انسان ناراض هست، ناراض بدنش بجا هست که ناراض میشه. صورت دومی که اگر کسی ناراض میشه به اثر اخراج شخصی، طور مثال بعضی مقتدیا، بعضی از اهالی برای امام یک پیشنهاد میکنه، پیشنهاد رو قبول نمیکنه، این خسته و خفه میشه، یا در بعضی جاها پرزه پیش میکنن، پرزه پرانی است که نماز زود بخوان، تراویح را بسیار زود بخوان، یا نماز تغییر بده، نماز تایم نماز تبدیل بکن، پیشنهاد میشه از طرف اهالی یا از طرف مقتدی بر امام. اگر امام به گفت اینها نکند، گپ از اینها پیشنهادشان نگیره، اینجا خسته و خفه میشن. اما این پیشنهادشان، خستگی و خفگیشان، این شرعی نیست. ای تو نیست که نماز پیش امام نشود. نه خیر، نماز پیشان میشه، نماز پیش امام. من به برادرم اشاره میکنم که شما در همین مسجد نماز بخوانین، در همین مسجدی که هستین، در همین مسجد شما نماز بخوانین. چرا؟ فقها اشاره میکنن اگر یک کسی که در یک مسجد است، اونجا امام است، آذان است، جماعت برپا میشه، اگر به جای دیگری میرود، نماز مکروه میشود، نماز انسان مکروه میشود. و همچنان در آنجا یک نوع تفرقه به اتفاقی ایجاد می شود. اگر کسی در مسجد خودش نمیره، در دیگه جای میره، اینجا یک نوع تفرقه ایجاد می شود در میان مردم. پس برادر ما که احمد سمیر سوال را کردنی که شما در همین مسجد خود نماز بخونین و خفگی و خستگی را از خود دور بکنین. اگر امام، بازم اشاره میکنم، اگر امام از نگاه تقوا پرهیزگاری مشکل داره، از نگاه دینداری مشکل دارد، باز در اینجا تصمیم را اهالی میگیرد. یعنی مردم اهالی به طور عموم باید آنها تصمیم بگیرد. اما شما در مسجد خودتان نماز بخوانین. اما مسئله 18 را که اشاره کردم که اگر یک کسی، یک پدر یا مادری که کهنسال است، ریش سفید است، سن سالش بالا هست، اینها روزه گرفته نمیتونن، چی کار بکنن؟ بر بال اینها فدیه هست، اینها فدیه میدهن. در 30 روز، 30 روز را اگر گندم میدهن یا جو یا خرما چی که هست، فقط فدیه میدهن که از گندم یا چرک هست، از خرما نیم سیر هست، به همین شکل اینها فدیه میدهن. اگر کسی روزه را در مبارک رمضان بنا به عذر میخورد، بر بالا اینها قضا از فدیه نیست. انصار برادر ما از کابل، اگر شخصی در اوائل رمضان صدقه فطر خود و فامیل خود را بدهد چی است؟ برادر ما از سوال اشاره کردنه که اگر کسی در اول ماه مبارک رمضان، در روز اول ماه مبارک رمضان صدقه فطر را میدهد، آیا این صدقه درست میشه یا خیر؟ آیا صدقه فطر گردن ساقط میشه یا نمیشه؟ صدقه فطر داده، صدقه فطر در اول روز رمضان هم جواز داره، مشکل نیست. البته بهتری است که در روز عید فطر قبل از نماز صدقه فطر داده شوه، بهتری است. اما در وسط رمضان، در روز اول، دوم، سوم، اگر کسی صدقه فطر رو میدهد، جواز دارد، مشکل نیست، از گردن انسان صدقه فطر ساقط میشود. ولی اگر در روز عید پیش از نماز ای صدقه فطر را کسی میدهد، اینجا اجر ثوابش بالاتر میباشد. اگر کسی روزه را نمیگیرد یا روزه را میخورد، اینجا دو نوع اشخاص است. یک نوع اشخاصی که توانایی روزه را دارند، اشخاصی که جوان هستند، البته بنا به عذر روزه را میخورند. یک دوم، اشخاصی که کهنسال است، ریش سفید است، یک پدری که ضعیف شده، یک مادری که ضعیف شده، اینها روزه را میخورن، بر بالای اینها قضا لازم نیست، بلکه فدیه لازم است. اینها فدیه میدهند، اینها بر بالایشان فدیه لازم است. اما افرادی که بنا به عذر شرعی روزه را خوردن، یا مریض بوده یا در سفر بوده، اما زمانی که مریض خوب شد، یک مسافر به خانه آمد،
اینجا بر بالای اینها فدیه دادن لازم نیست، بلکه قضا بگیرن، قضای روزه را بگیرن. اگر کسی بوه که نه من قضای گرفته نمیتوانم فدیه میدهم، باز بر بالای اینها فدیه لازم نمیشه، فدیه دادنشان درست نمی باشه، بلکه قضای روزه را بگیرم. البته اگر یک مریضی که یک انسانی که مریض است، مرض دائمی است، مرضش دائمی است، از این مرض خوب نمی شود، از این مرض خوب نمیشه، در این صورت که مرض دائمی باشه و طور ابد باشه و هیچگاه صحت یاب نشود، در این صورت بر بالای از این هم باز فدیه لازم میشه. اگر امکان خوب شدن و جور شدن صحت یابی برای از این باشه، باز در این صورت قضا هست، فدیه بر بالای انسان نمی باشد. مسئله 19 هم، فرو رفتن سنگریزه ریزه سنگ در گلو انسان. اگر یک کسی در گلوی است سنگریزه میره و یا گرد و یا کلوخ است یا سنگریزه خورترک است در گلو انسان میرود، اینجا آیا روزه باطل میشه یا خیر؟ بله روزه فاسد میشود، اما اینجا قضا هست، یک روز قضا لازم میشود، کفاره نمیباشد. شهاب استخار، کسی که در موتر سفر میکند از کابل یا تخار روزه را میخورد، میخورد چی حکم دارد؟ چون که آیت مبارکه است، الله سبحانه و تعالی در کلامش میفرماید اگر کسی در سفر قرار دارد، سفر برابر است که پیاده هست یا در موتر، یا پیاده میره یا سوارا هست، یا در مرکبی است یا در موتر، به هر قسمی که باشه، و گفته برادرمان از تخار تا به کابل، یا از کابل تا بدخشان، یا از تخار تا بدخشان، یا از کابل به طرف هرات و قندهار جلال آباد، به هر جایی که میرن در موتر میرون، اینجا برایشان رخصت است، برایشان رخصت است که روزه را بخورن، اما گرفتنش بهتر است، گرفتنش بهتر است. چرا؟ اینجا اینها با مشکل مواجه نمی شوند، با کدام مشکل و سختی مواجه نمی شوند، اما اگر روزه را بگیرن درست است، جواز دارد، ولی اگر روزه را بخورن هم برایشان رخصت است، از طرف الهی یک هبه و بخشش است که الله جواز داده که اینها روزه را بخورن. طوری که در سفر نمازها 4 رکعت 2 رکعت خوانده می شود، 2 رکعت یزیر را الله عفو کرده، و روزه را هم مسافر جواز داره که روزه را بخورد. البته اگر بگیرد روزه را، برایش این خوبتر و بهتر است، بس مشکلی نمی باشد. فرو رفتن ریزه سنگ در گلو انسان. اگر کسی در گلوی سنگ های ریزه می رود، سنگی ریزه یا کلوخ می رود، روزه باطل می شود یا خیر؟ بله روزه باطل می شود، روز انسان فاسد می شود، در این صورت قضا هست، در این صورت قضا هست، بر بالای انسان کفاره نمی باشد. اگر یک انسان یک چیز را، یک طعام را یا یک عطر را، چیز را بوی می کند، با بوی کردن یک چیزی عطر یا چیز خوشبوی، آیا روزه بر روزه کدام نقصان وارد میشه یا خیر؟ نه خیر، بر روزه کدام نقصان وارد نمیشه. طوری که یکی از برادران ما که سوال را هم داشتن که استفاده از عطر آیا روزه باطل میشه یا خیر، بلکه باطل نمیشود، سنت است، نظافت و پاکی باید مراعات شود. در خصوصا ما در ماه مبارک رمضان که به طرف مسجد میریم، چون در مسجد جمعی مسلمانان هست، و در شب که می رویم خوب است که ما از عطر خوشبوی استفاده بکنیم. مسئله 19 هم همی که اشاره کردم، فرو رفتن ریزه های سنگ، سنگ ریزه در گلو انسان که از گلو تیر شود، اینجا روزه میده می شود، یک روز قضا لازم می شود. مسئله 20 همی که به نشزدن و گزیدن جانوران یا گزنده روزه انسان میده نمیشه. اگر یک کسی را گزنده میگزد یا ماری میگزد یا یک جانور یک حیوان انسان را نش میزند، به نش زدن مار و گزدم و یا اینها به روزه کدام نقصان وارد نمیشود، بلکه روزه انسان درست میشود. مسئله 21 که اگر یک خواهر به خاطر معلوم کردن امو نمک غذا، اگر از طعام از غذا چیزی را او را میچشه، فقط در دهانش میبره، پس او را تف میکند،
در این صورت هم به روزه کدام نقصان وارد نمی شود، جواز داره. و غیر از او اگر کسی یک طعام، نان، غذا، چیزی در دهن خود میگیره متمیمانه، باز اینجا مکروه است. یک کسی غذا را در دهن خود بالا میکند بدون کدام ضرورت، اینجا مکروه است، درست نیسته. و چرا نشود که اثرات غذا در گلویش برود؟ اما اگر یک مادر که طفل دارد غذا را در دهن خود او را نرم میسوده به طفلش میدهد، یا به خاطر معلوم کردن نمک غذا که این غذا معلوم شده که نمکش برابر هست یا برابر نمی باشد، در این صورت که غذا را امو او را می چشد معلوم می سازد و در دهانش بلند میکنه پس توف میکند، جواز داره، مشکل نمی باشد. اگر اثر آن، قطرات آن به گلوی شرف از او غذا یا آبی که هست، با ذریع صورت روزه میده می شود، یک روز قضاست و کفاره نمی باشد. مسئله 22 که اگر یک خواهر ما، مادر ما در ایام حمل، یعنی خواهر یا مادری که حمل دارن، اگر در اینجا به عدت ماهوار یا اثرات خون مبتلا می شوند، به روزه کدام نقصان وارد نمی شود. چرا؟ در عدت، در وقت حمل اینجا چون که نه حیض است و نه نفاس است، بلکه یک مرض است، و اینجا روزه، به روزه کدام نقصان وارد نمی شود. اگر یک خواهر یا مادری که اینها به عدت ماهوار مبتلا می شوند، که اینها اگر حمل نداشته باشند، حمل یعنی طفل در رحم خود نداشته باشند، با در این صورت روزه اینها فاسد می شود، بلکه یک روز قضا هست، یک روز قضا است، اما کفاره نمی باشد. کسایی که روزه از اینها قضا شده، روزه را خوردن بنا به عذر شرعی، یا مریض بوده، یا مسافر بوده، یا خواهر ما در عدت ماهوار بوده روزه را خوردن، بعد زمانی که قضای روزه را می آورن، اگر چند روزه که هست، اگر 10 روزه است، 15 روز یا کم از زیاد هست، اینجا پی در پی گرفتن روزه شرط نیست، لازم نیست، بلکه میتونه که یک روز را بگیرد، 2 روز را بخورد، یا 3 روز را بگیرد، 1 روز را بخورد، پای در پای مشکل نیست. و همچنان هر وقتی که میخواست میتونه که روزه را بگیرد، چی در روزه های تابستان و چی در روزه های زمستان، مشکل ندارد. جاوید برادر ما از بدخشان، اگر شخصی در موتر دلبدی میکند روزه باطل میشود یا خیر؟ این سوال را من هم قبلا اشاره کرده بودم، اگر کسی در موتر یا به غیر از او در خانه، هر جایی که هست، دلبد میشه، استفراغ میکند، به روزه کدام مشکل پیش میشه یا خیر؟ یعنی به روزه کدام نقصان وارد میشه یا خیر؟ نه خیر، بلکه روزه فاسد نمیشود، روزه باطل نمیشود. در صورت اگر یک کسی قصدن استفراغ بکنه، قصدن بدون سهوان، اینجا روزه میده میشه. اما اگر به غیر قصد باشه، بنا به دلبدی یا مریضی که میشه استفراغ میکنه، روزه میده نمیشه. البته زمانی که استفراغ میکنه دهنش پر میشه، امو قطرات استفراغ به گلویش پس نرود، به گلوی زی فرو برده نشود. اگر استفراغ یک قسمت آن، مقدار آن، اگر پس در گلو برود، در گلو انسان، باز این صورت روزه میده میشه. اگر در گلو نرود، پس او را انسان در بیرون بیاندازد، در این صورت و روزه انسان کدام نقصان وارد نمی شود، بلکه روزه انسان درست می شود. اینجا هم چندین مسائلی که اشاره شد، تلاش بکنیم که ما از چیزهایی که روزه را باطل یا فاسد می سازد، از آن من و شما اجتناب بکنیم. وقتی که روزه می گیریم، درست روزه بگیریم، با امید از اینکه الله متعال برای همه من و شما توفیق عمل نصیب بکند. وقتی برنامه من و شما هم به اتمام هست، همه شما دوستان و عزیزان را در پناه ذات اقدس و مهربان می سپارم، با امید از اینکه همه شما دوستان زندگی خوب و خوش سپری بکنین. الله متعال طاعت و عبادت همه من و شما را به درگاهش قبول بگرداند. سبحانك نشهد ان لا اله الا الله و نشهد ان محمدا عبده و رسول، برحمتك يا ارحم الراحمين.